با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. دیالوگ این هفته رو اختصاص دادیم به وحشت رژیم از ابر جنبش ها و خیزش هایی که پیش رو هستند یا خواهند. در این راستا سپاه پاسداران، بازوی اصلی سرکوب رژیم، تصمیم گرفته برای مقابله با این خیزش های پیش رو گروه های ضربت محلات رو به قول خودش سازمان بده. میخوایم در این حال در مورد آخرین وضعیت بحران سیاسی اقتصادی در ایران و این موج گرانی که امان از سفره خالی مردم بریده و در واقع سفره اونا رو خالی و خالی تر کرده به این بپردازیم و اینکه کلن نیروهای چپ و انقلابی چه راهکارهایی میتونن داشته باشند، یعنی مجموعه تدارکاتی رو که میتونن داشته باشند جهت آمادگی در رابطه با این خیزش ها و جنبش هایی که پیش رو هست و نحوه خونسا کردن اقدامات رژیم، از جمله این کارناوالی که رژیم راه انداخته علیه به قول خودش هم مقابله با بخشی از اراذل به اوباش، هم برای سازماندهی بخشی از اونها جهت استفاده در هنگامی سرکو. رفیق حسن حسام رو با خودمون همراه داریم در دیالوگ هفته. رفیق حسن، خوش آمدی. درود بر شما رفیق آرش عزیز و درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، در خدمتم. خب ارزیابی شما رو میشنویم از اقداماتی که رژیم داره میکنه در رابطه با این جنبش ها و خیزش هایی که پیش رو خواهند بود و نیز سیاستی که ما نیروهای چپ و انقلابی و نیروهای مردمی باید اتخاذ بکنن برای خونسا کردن این تدابیر فاشیستی و ارتجاعی. عرض کنم که این دو سویه داره، یعنی این داستان مقابل با اراذل و اوباش که خب کسی گولش نمیخوره، یعنی اصلا منطقش از اینجا در نمیاد. شکلش رژیم اینجوری انتخاب کرده که حضور نظامیش رو در محلات و دستگاه های متنوع جفت تاق امنیتی شده، که یک دستگاه امنیتی نداره که در محلات در واقع توجیه کنه و این سازماندهی مجدد و در عرصه نقشه جغرافیای گربستان ایران ساز حضور نظامی، در واقع یک جور عملا حکومت نظامی اعلان نشده است در شکل آرایش نیروها برای مقابله با اوباش در محلات در تمام مناطق، و این اتفاق همزمان شده با کشتارهای سمبولیک که رژیم میکنه برای مرعوب کردن، بالا بردن عیار فعالیت‌های مطالباتی حتی از با ترین بازداشت و زندان و اینا، تعدیل کردن اشکال مختلف جنبش، تاکتیک های متناقضی که در رابطه با جنبش کارگری داره، فرصت 8-90 روز 95 روز احتساب و تلاش و بعد مداخله دادن نیروهای زرد دست سازش برای در واقع تخریب این، برای بی‌محتوا کردن این، مقابله از پهلو برای اعتراض کارگران به خصوصی سازی و در واقع تمام این فضا را که شما نگاه بکنید رژیم داره خودش رو با یک آرایش جدید میده برای اتفاقاتی که قابل پیش بینی نیست براش. این از کجا در آمده؟ از دل این حقیقت در آمده که رژیم راه حلی نداره برای مقابله با خالی شدن سفره نیروی کار زحمت و حتی طبقه متوسط. وقتی دلار امروز شده 27 تومن اصلا یعنی قدرت خرید مردم به همون نسبت پایین اومده، یعنی اصلا بد ابتدایی ترین مایحتاج زندگی رو مردم نمیتونن بخرن و رژیم برش راه حل نداره. در حوزه تلاطمات اجتماعی از جمله همین کرونا که میدونه چه قتل عامی داره میکنه، تا حدی که این سید علی خامنه‌ای جانی پری روزوار سالگرد جنگ ایران عراق
سرراز گفته روزی 150 نفر داره کشته میشه تو کرونا. تو فکر میکنه انگار روزی یک هواپیمای 150 نفره داره تو ایران سقوط میکنه. این مثال زده. یعنی نشون میده که علی سیدعلی خامنه‌ای که این حد را اعتراف میکنه، نشون میده که ابعاد کشتاری که کرونا میگیره چه سطح تکان دهنده ای داره و رژیم فلجه در واقع بلوک کردن و قرنطینه سازی. برای اون حداقل امکاناتی که بتونه امکان برسونه به مردم، خوراک بده، فرصت بده که مردم در خانه هاشون یا محل کارشون نفسی بکشن، ممکن نیست براش. بنابراین باید بیان به بازار کار، حتی به شکل بردگی روزانه یک نانکی تهیه کنن. بنابراین از این زاویه اصلا که کشته بشن تو کرونا بگیرن برای رژیم اصلا مطرح نیست. یعنی اینا را چرا میگم؟ نمیخوام این بحث رو ریز به ریز باز کنم، میخوام بگم که رژیم ناتوانه در حل بحران اقتصادی، ناتوانه در گذاشتن حداقل امکان غذایی در سفره خانواده های اکثریت مردمان ایران، ناتوانه در تأمین بهداشت و درمان، ناتوانه در تأمین اجتماعی در مجموعه خودش. خب اینجا بست است. در حوزه بین المللی به طرز وحشتناکی در انزواست، زیر فشار امپریالیسم آمریکا و در واقع سکوت از پهلوی دولت امپریالیستی متحد آمریکا. اونا معلومه وسط کشور انگلیس، فرانسه، آلمان نپذیرفتن بازگشت در واقع تحریم ها رو در سازمان ملل، ولی او داره از یک کانال دیگری داره همین کار پیش میبره و من تردید ندارم که اینا رو درون خالصن. یعنی لازم نیست ببرن تو سازمان ملل تا چین و روسیه وتو بکنن. فرم های دیگری است، بارد اقتدار اقتصادی که دلار داره رو مناسبات مالی و دادستت به ویژه کشورهای متروپول سرمایه‌داری، هیچ کارخانه دار اصل اساسی به راحتی نمیتونه با ایران دادستت کنه. بنابراین بلوکاژ عملی بلوکه شده است به وسیله فشارهای از نظر من ارتجاعی، چون خونش به چشم، دودش به چشم مردم ما میره، به جمهوری اسلامی ککش نمیگذه، به خونش به جرم ما میره. اما ما به ازاهایی داره که الان صحبتش خواهم کرد. و این فشار بنابراین در از خارج انزوا و فشار سنگینی رو دوششه، از داخل بیکاری، گرسنگی، مرگ، کرونا، توده آسی خانه خراب رو آب به لبشون رسونده و خود این دوتا انزوا در داخل و در خارج بین خود هیئت حاکمه هم تنش های سنگین و رو در واقع وجود آورده. خب اینها همه میتونه چشمانداز یک عروج بزرگ، یک شورش عظیم، یک اقدام میلیونی رو قویتر از آبان ها به وجود بیاره. خب رژیم نمیخواد تجربه شاهره داشته باشه که بذاره رکولش، میخواد تا دینش وایسه به وابط کنه. بنابراین رژیم آماده سنگ در سنگربندی میکنه برای مقاومت جنبش بزرگ توده‌ای. دشمن در خودش آرایش. خب درستی گفتید که بحران اقتصادی بیداد میکنه. اصلا اخباری که الان منتشر میشه در مورد گرانی، به ویژه اون اقلام اصلی مورد مصرف اکثریت عظیم، یعنی همین به اصطلاح پنیر و تخم مرغ و کره و گوشت و اینا، اصلا وحشتناکه. یعنی با یک رقم تورم چند صد درصدی روبرو هستیم. صحبت از اینه که قیمت مثلا شان تخم مرغ مثلا به 38,000 رسید. فیلم های حتی منتشر شده که این دامداری ها، مرغداری ها، حتی این دانه به اصطلاح میگن دامداری، یعنی مواد غذایی اولیه و فلان، حالا یا پول ندارن از خارج بیارن یا خودشون ندارن از داخل تهیه کنن، اینا خود مرغا هم دارن گرسنگی میکشن. و اصلا فیلم های منتشر شده بود از یکی از دامداری های تبریز که این مرغا داشتن همدیگه رو میخوردن.
یعنی وضعیت به اینجا رسید. در اینجا رژیم خطر رو احساس میکنه. حالا این آماری که از وزارت بهداشتش میده در مورد مرگ و میر که مبتلایان چهار رقمی بالای 2000 و در طول روز هم بین 150 تا 170 80 نفر کشته، یا آمار رسمی خود وزارت بهداشت، وگرنه آمار واقعی به مراتب بیشتره. یعنی کشت و کشتار وضعیت اکثریت استانها قرمز، این وضعیت کرونا و وضعیت اقتصادی و در بطن اینم رژیم داره فشار بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های اونا رو تشدید میده. همین اعدام جنایتکارانه یا قتل جنایتکارانه نوید افکاری در همین راستا فرستادن سیگنال به جامعه و سایر مبارزین هست، چون خود زندانیان سیاسی مقاومت دست بکشن و مبارزین که اگر دست به شورش و اعتراض و خیزش بزنید با چنین سرنوشتی دوچار خواهید. حالا رژیم اینو میدونه. اجازه بدید من یه نکته رو همینجا در صحبتت رو ادامه بدم بعد بریم فاز دیگر. ببینید این وضعی اقتصادی رو کلم دوتای ما یک در یک نگاه دو سدهی اون شرایط سیاه مردم به ناتوانی مردم رژیم رو در تعمیلش گفته ایم. یک نکته باز ریفرم سیاسی هم نمیتونه بکنه رژیم، چون همین الان به اندازه کافی بیزاری عمومی بالاست، بنابراین هیچ سطحی از رفرم سیاسی به رژیم ممکن نیست، چون هر سطحی از رفرم سیاسی میتونه انفجارات تشدید بکنه. بنابراین یک بنبست کامل تمام عیار رژیم جمهوری اسلامی سرمایه‌دار ایران در تمامیتش یک راه فقط داره و اون راه سرکوب، شکنجه، زندان. اما این در شکل پراکندش رو کافی نمیدونه، این رو داره با آرایش، تجدید آرایش جدید به سنگربندی در محلات کوچه به کوچه ایستاده و خودش رو داره این قضیه آرایش میکنه. این معناش هر چیه؟ چون رژیم از من و شما بیشتر از اطلاعات دقیق داره از میزان بیزاری مردم و خطر انفجارات بزرگ. خود وجود این سنگربندی ها و این آرایش نظامی ناگفته رژیم، این حکومت نظامی اعلان نشده، بیانگر نطفه های انفجارات بزرگه. خب بنابراین ما باید اون وجود رو ببینیم، بعد ببینیم که این انفجارات بزرگ در چه بستری بتونه صورت بگیره. یک بار شما با جنبش پراکنده، یک خیزش کور عظیم همگانی هستی که فاقد برنامه است، فاقد سازماندهی است، فاقد تدارکات است، به شدت پراکنده است، فقط به چیزهای مجازی آویزانه، امید به مراد چیزهای انترنتی حد داره فلان، که این یک سطح مقابل است که هم میتونه رژیم در هم بشکنه و هم میتونه وسیله دشمنان مردم این شورش کور بزرگ مصادره بشه. الان دیوهایی هستن مثل نبی رضا خان میر فرش کرده، نمیدونم مدیریت گذار به تمام این داستان ها، اینا همه هستن برای بلیدن این انقلاب و سوار شدن بر موت. شوخی نیست که بیقارش نوید رو که به قتل رساندن، یک عکس تمثال تمام قدر فره دیبا و نمیدونم رضا پهلوی به بیسی زده، پیام های اونا هم در حالی که اینجا این همه در شهر به شهر اروپا و آمریکا تظاهرات ایستاده از همه نیروهای مدنی و چپ وجود داره، اونجا تسلیت فرح و خانواده پهلوی و هارتورت فرشگردی ها رو به نمایش میذاره. خب خطر مصادره این جنبش است. بنابراین میبینیم اون شورش های کور بزرگ ناگهانی خطر دوگانه داره. ظرفیت سرکوب میتونه داشته باشه، حتی هر چی بزرگتر باشه هزینش کمتره، ولی امکان سرکوبش فراهمه. ادامه کاریش تضمین شده نیست و هم امکان مصادرهش هست. بنابراین اینجا کلمه رو میگم قطع میکنم، در دستور کار روز جنبش انقلابی کارگران به زحمت کشان تشکیلات و سازماندهی روی میز میاد، قوی تر از همیشه، فوری تر از همیشه و چاره ناپذیر تر از همیشه که بحثش خواهم کرد. بله خب این هم داشتیم، همین رو میگفتیم که الان وضعیت رو خیلی رژیم خطرناک میدونه و حالا هم به خاطر
درماندگی اقتصادی خودش، سیاست‌های اقتصادی خودش، عملکرد نظام سرمایه‌داری در ایران، اثرات تحریم اقتصادی، اثرات بحران کرونا و اینکه هیچ از ریخت و پاش خودش در رابطه با این نیروهای نیابتیش در خاورمیانه نمیخواد کم بکنه، از کمک به دیکتاتور بشار اسد گرفته تا یمن گرفته، افغانستان گرفته، عراق گرفته، لبنان گرفته و اینا کم نمیکنه، از بودجه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی و انتظامی خودش هم کم نمیکنه و نفتم به اون شکل نمیتونه بفروشه یا اگرم یه مقدار کالا میفروشه پولشو نمیتونه وارد بکنه و میبینیم که الان مثلا فقط از طریق بورس بازی، از طریق هیگاهی حتی بالا بردن قیمت ارز پایین آوردنش، چاپ اسکناس بدون پشتوانه داره کلاه علی رو میذاره سر ولی، کلاه ولی رو میذاره سر علی، یه حقوق بازنشستگی یا حقوقی رو به بخش های از مردم، تازه میلیون ها نفر هم همون هم دریافت نمیکنن رو میده، ولی این ارزش پول هم داره سقوط میکنه. قیمت مسکن وحشتناک رفته بالا برای اجاره نشین ها و قیمت کالاهای چی مصرفی و اینا. بنابراین خطر این که جنبش ها و خیزش های در راه خواهد بود رو کاملا این شبه انقلاب رو بر سر خودش احساس میکنه، داره ابراز به اصطلاح تدارک میبینه و گروه های ضربت محل. البته این اراذل اوباش رو دوگانه است، رژیم بخشی از جوانان مبارز رو تحت عنوان اراذل اوباش به اصطلاح چیکار میکنه؟ سرکوب میکنه. حالا بخشی هم که اونا به اصطلاح تو ادبیات ایران میگفتن لات و جاهل و لومپن و این داستان هم بر فرض باشن، از اینا استفاده، اگر حاضر باشن در خدمت بازوی سرکوب رژیم باشن، از اونا حتی اونا رو سازماندهی میکنه، یعنی لات بازیتون ادامه بدید ولی موقع سرکوب من به شما احتیاج داشتم با یک سوت باید به خط بشید. و همین کار نه الان بلکه از سال جنبش 88 کرده بود، یعنی در همون جنبش 88 هم از بخشی از این جاهلان و لومپنان و لاتها برای سرکوب استفاده کرده بود و الان هم داره بخشی رو سرکوب میکنه، بخشی رو هم سازماندهی میکنه. ولی بذارم بگم گروه های ضربت محلات متکی بر بسیج محلات رو، چون رژیم میدونه که مثلا دیگه اینجوری نخواهد بود که یک فراخوان عمومی داده بشه مثلا در میدان آزادی جمع بشه، میدونه که رژیم راه ها رو میبنده، اصلا مردم امکان اجتماع ده ها هزار نفری، صد ها هزار نفری رو در یک مکان ندارن، میدونه این مبارزه گریلایی خواهد بود، یعنی مثلا جوانان هر محله، مردم هر محله، در هر خیابان، در هر گوشه، در ده ها نقطه حرکت خواهند کرد. رژیم میفهمه که تاکتیک مردم این خواهد بود، گفته که بس گروه های ضربت محلات متکی بر هم بخشی از لومپن ها، هم بخشی از بسیج سازمان میدیم برای اینکه تحرک خودمون رو بالا. حالا پاسخ ما در مقابل این تاکتیک رژیم چی باید باشه؟ من میخواستم بگم که رفیق آرش عزیزم، اصلا موضوعی اگر باشه بی نهایت ناچیزه به کارگیری او باش یا مقابله با او باش، این در حاشیه است، این پوششه. در واقع اساسش یک حکومت نظامی اعلان نشده با همون اهداف که شما الان برشمردی، در واقع مقابله با اقدامات کوچک یا گریلایی در محلات رو میخواد نطفه‌هاش ببنده، فرصت اون گسترش نده. با در جریان 56-57 همین تجربه تعرضات محلی و کوچه و خیابان داشتیم. شما نگاه کنید در هر شهر بزرگ در ایران اون زمان تعداد تظاهرات سراسری و عظیم و میلیونی زیاد نبود، بلکه تظاهرات پراکنده موضعی بزن در رو بیشتر بود. مثلا در شهری خودم مثلا زندگی می کردم، رشت، یا حتی در تهران ما این تظاهر اقدامات گریلایی مقاطع محلات و کوچه ها و بزنگاه فراوان بود. شما تظاهرات سرتاسری چند تا داریم توی مثلا رشت یا حتی در تهران، اساسا این بود. خب اینا همه اتفاقاتی است که خود رژیم بر اساس اون تجربه ها داره خودش سازمان میده، پیچیده میکنه کار جنبش مقابل مردم رو در مقابله با اون. یه راه حل اونجا گفتم تو دوره اول صحبتم، یه راه هر جورش ما بیشتر نمیذاره، سازماندهی متقابل، آرایش نیروی متقابل،
به این معنا که ما دیگه نمیتونیم فقط همه به شکل علنی در خیابان حضور پیدا کنیم. باید تدارکات و پوشش های مختلف با پوشش های مختلف باید تشکیلات زنی بکنیم. کمک به آدم های فقیر، کمک به سیل، از این اتفاقات افتاده که پوششی تشکل های وجود اومده. پیدا کردن پوشش هایی که بشه بر بستر اون جمع شد و در کارخانه، در محلات، در مدارس، در دانشگاه ها پیوند اینا با هم دیگر ساخت جنبشی دادن به این حرکت ها و در اشکال مبارزات قانونی، در اشکال مبارزات غیر قانونی، در شکل های مخفی، نیم مخفی، علنی، ترکیبی از همه اینا. حتی اینا چیزی نیست که ما از اینجا فرمایش بکنیم لنگش کن. ما فقط در این میگیم که چگونه میشود در مقابل آرایش تمام عیار یک حکومت نظامی به سنگربندی رژیم برای در هم شکستن هر نوع مقاومت توده‌ای، مقاومت و مقابله رو باز تولید کرد و اون رو سازمان. به همین دلیل ما بدون تشکیلات، اون دفعه حالا گفتم ده دقیقه پیش، آویز امید بستم به مدیا و انترنت و اینا که همش عالیه، ولی مطلقا ناممکنه شما بتونید ادامه کاری داشته باشی. شما فقط میتونید با تشکیلات پیچ در پیچ و گره خورده حرکت کنی. نیرویی که حرکت بده، نیروی توده بزرگ رو به اعتبار همین بیزاری و امید به خانه خرابی و جانشان دنبالش خواهد داشت. یعنی نیروی سازمانگر خودش رو باید در آرایش بده در مقابل این تعرض تمام عیار. بدون تشکیلات ناممکنه. یک دوره معینی هست که چپ ها، کمونیست های داخل ایران، نیروها، جامعه مدنی مترقی، بعد معلمان، بازنشستگان، جوانان، زنان، کارگران، دوره ای هست که جز با زدن تشکیلات قدرت دفاعی هم حتی نخواهند داشت، تعرضی که جای خودش داره. بنابراین برای که قدرت دفاعی رو به تعرض تبدیل کنند، این ضرورت چند برابر میشه. یعنی من اگر حرف رو خلاصه کنم که بارها هم تکرار کردم، تشکیلات، تشکیلات، تشکیلات. واقع وقتی از سازماندهی صحبت میکنیم اینجا، خب سازماندهی اشکال مختلف، جنبه‌های مختلف داره. در این مورد مشخص به نظر میرسه، چون این همچنان که خیزش دیماه 96 نشون داده، مرداد 97 نشون داده، آبان 98 نشون داده، معمولا تظاهرات ها در هم محلات مختلف شکل میگیره. درست؟ چون اون جوانان و مردم اون محله همدیگه رو میشناسن، به هم اعتماد دارن، بر مبنای اون حرکتی رو آغاز میکنن. رژیم اینم فهمیده، مثلا میدونه که مثلا مثل سابق نیست، مثلا اعلام بکنیم که مثلا 1,000,000 نفر مثل اون تظاهرات 23 خرداد 88 بود، اونم 3,000,000 نفر از میدان انقلاب تا میدان آزادی. اصلا اجازه چنین تجمعی رو رژیم نمیده، تمام راه ها رو میبنده. مثلا تو الان اعلام میتینگ یا تجمع بکنید در میدان آزادی، اجازه چنین چیزی رو نمیده. درجه میدونه حرکت ها به صورت تظاهرات های موضعی، مثلا من یاد مثال 60 میگفتیم، تظاهرات های موضعی در محلات مختلف همزمان شاید در چندین ده ها محله رخ داد. در اینجا پاسخ خود رژیم خودش آماده کرده این گروه های ضربت محلات، حالا با استفاده از لاتا یا بدون استفاده از لاتا، اساسش بسیج و پاسدار و نیروی انتظامی خواهد بود. سازمانی صحبت میکنیم، منظور کمیته ها و شوراهای محلاته. دقیقاً کمیته ها و شوراهای محلی است که گفتم مثلا نمونه بودم، مثلا کمیته هایی که مثلا برای کمک به سیل زدگان، مثلا به زلزله زدگان پیش آمد در کرمانشاه، در جاهای مختلف. این تجربه رو مردم خیلی قشنگ و دقیق دارن. اصلا از انقلاب 57 این تجربات هست تا این سالا. یک نکته بسیار بسیار کلیدی را میخوام رفیق آرش بگم که شمشیر دولبست و یک مرز تیزه، خیلی تیزه، برای اینکه گفتنش ممکنه به اتهاماتی هم بگوینده که بده باشد وارد بشه. سوال کلیدی اینه،
اگر دشمن در همه سطوح داره خودش آماده میکنه به شیوه نظامی و سنگربندی، مگه میشه دنبال این ما خودمان را در تمام اشکال سازمان ندیم؟ این اون نکته خیلی کلیدی است که اون تیتیش مامانی ها میگن نه خشونت، نه خون کشیده میشه، فلان میشه. معنای این حرف تا حالا تو این 40 سالشون بده که هی رژیم خون بریزه تا به این مسیح بار صورتت بیاری جلو. حالا لحظه رویا روی بدارم. من حرف من دیروزم در یک گفتگویی تأکید کردم، حرف من ترور نیست، حرف من جنگ های گیلایی و چریکی نیست. شما یک سنگربندی توده‌ای در مقابل سنگربندی دشمن داری. این سنگربندی توده‌ای خودش رو نمیتونه دست توهمه حوزه آماده نکنه. بنابراین در مقابل تعرض به خشونت حکومت دفاع متقابل هم امریز مشروع که در بند حقوق بشر هم آمده، تو سازمان ملل هم ثبت شده که در این لحظه حق دفاع از خود حق انسانیه. ولی نمیشه ناگاه با سودبوری رو به دست آورد. تو الان میبینی از الان دشمن در خودش رو برای این کار آرایش میده و سرگرمند میکنه و وظیفه نیروی ترقیخا فعالین جنبش چپ در اونجا برای یک تدارک تمام عیار برای مقابله ببینه، برای دفاع ببینه در مقابل تعرض دشمن. و این اون برای اینکه شما همین آبان ما رو شاهد بودیم، اون آمد همینجور رفت زمن اقدامات نظامی زود رسکی فرصت کشتار به رژیم میدره و هیچ وش تایید نمی کنم. ولی ما داریم از یک برآمد تعیین کننده صحبت میکنیم، از یک انقلاب بزرگ صحبت میکنیم، از یک شورش همگانی برای در مسیر براندازی رژیم صحبت میکنیم. در چنین نقطه‌ای نبردی است توده‌ای میلیونی همگانی. این آره گفته ها 56 رفتن پادگان‌ها را مصادره کردن. خب آمادگی به امکانات برای اتفاق خودش یک معنا داره، خودش یک نقشه‌بندی لازم داره. یعنی این چیز ساده نیست. من دیروز با یک گفتگوی اونجا گفتم من نمیدونم در یک اقدام بسیار بزرگ آیا میشه که نیروهایی از بسیج نکنن از قدرت، به مردم نپیوندن؟ خب این که رفیق حسن، این که قطعا یکی از ملزومات هر انقلابیه، یعنی ریزش در یاد ببیشه در قوای اگه یک قوی قهریه یک رژیمی تا دندان مسلح، مردم هم دستای خالی تا آخرین لحظه برای سرکوب خونین پابرجا باشه و درش شکاف نیفته، خب اصلا هیچ انقلابی موفق نمیشه. در یه حالت موفق میشه مثلا انقلابات کوبا و ویتنام و چین، تو قوه قهریه آلترناتیو رو ایجاد بکن، یعنی ارتش خلقی به قول معروف ارتش سرخ رو در مقابل گارد ارتجاعی رژیم مثلا چیکار کنی، سپاه ارتجاعی رژیم ایجاد بکن. به هر حال دو حالت باید رخ بده. آره بنابراین دقیقاً بنابراین اینو بگم قوای قهری رژیم شکاف بیفته یا فلان. ولی حالا در همین رابطه نکته‌ای داری اضافه کنید، ولی یک نکته هم هست، امر اعتصاب عمومی سیاسی و کلن اعتصابات سراسری به ویژه کارگری به عنوان مکمل این تظاهرات های موضعی و خیزش های توده‌ای در این مورد اهمیت این مسئله اصلا در یک کامل اصلا در یک موقعیت انقلابی بدون اعتصاب عمومی و سراسری، بدون اقدام عظیم سیاسی و بدون سنگربندی توده ای از طریق و بر پایه‌هاش هم تشکل‌های سراسری است. اگر اینا انجام رسید که اون داستان کارش به باده. من اینو در کلیتری کلامش اول خواستم بگم، اول چون بعد رو میام در کلیتری کلامش خواستم بگم که در مقابل سنگربندی و آرایش تمام عیار دشمن، نیروی انقلاب هم باید برای خودش رو سنگربندی و تمام عیار سازمان بده. این یک. دومش این که رفیق آرش همه این نیروها عوامل و پادوها آدم کشان این دیکتاتورهای سراسر تاریخ
ببینید در این دوره های معاصر ما دیدیم وقتی که هیجان میلیونی توده به خیابان میاد، گریز و فرار پایه نیروی سرکوب رژیم هر را هم به دنبال داره. اون دوره‌ای که بگو به حکومت عدل علی الله اکبر، اون دوره گذشته اکثریت قاطع فرماندهان سپاه و بسیج امکانات مالی دارند، اونا مالش رو بردن فرار میکنن. همشون همین الان اون چهره های اصلیشون اینجا در خارج کشور در بانک های عربی و در جاهای دیگر حساب باز کردن، امکانات مالی دارن، ریش میزنن، سبیل میزنن، هزار جور تشقیافه میزنن، بعد بادران شاید پاسپورت های غلابیشون هم دارن. یعنی این فضا نباید جامعه رو مرعوب کنه. اونها بیش از ما میترسن که این سنگر بدی رو در تدارک ببینن و برای خودشون فرصت فرار هم فراهم کردن. یعنی اینجور نیست که شما یک نبرد خیلی کلاسیک ببینید، یک عده نیروی نظامی متعهد و وفادار، اون بار مردم، نه اینجوری نیست، مردم پراکنده. به هیچ وجه اینجور نیست. به قدرت و اراده نیروی عظیم توده‌ای دشمن را هم پراکنده میکنه، هم بخشی از نیروی پاییش را میکنه میبره کنار مردم میذاره و هم فرار برقرار ترجیح میدند. رفیق حسن این ده. من کانادا که هستم، همین نکته‌ای که خیلی درست گفتید، یعنی اینکه مردم رو دارید رو به مردم بسیار نگران این هارت و پورت رژیم نباشید. اینا دارن نوچه های خودشون رو بسیج و مسیج رو دارن محلاس خواهدن خودشون برای خانوادشون، هم پاسپورت و هم حساب بانکی در خارج. تو همین کانادا که من هستم، علی‌رغم اینکه ظاهرش مناسبات دیپلماتیک سیاسی دولت کانادا با ایران نداره، مناسبات اقتصادیش هم خیلی کاهش پیدا کرده، مناسبات نظامی هم به اصطلاح نداره، فوج ایادی رژیم و خانواده هاشون و آقازاده ها دارن میان اینجا، مخصوصا در دوره دو که با همین آقای پناهیان واعظ به اصطلاح مقبول خامنه ای که باش در ارتباطه، طرف اینجا انواع اقسام شرکت داره، اونقدر پول داره که مثلا در یک مورد مثلا چند میلیون دلار به یک بیمارستان اینجا کمک کرد، در حالی که بیمارستان های ایران مثلا از کمبود تجهیزات دارن دسته دسته این بیماران و کادر درمانی کشته میشن. این آقا اینجا برای اینکه باج سیویل بده و راه رو باز کنه برای فوج جدید، همچنان که تو انقلاب ایران هم که رخ داد، فوج این سناتورها و سرمایداران و خاندان هزار فامیل و پهلوی و فلان و نمایندگان مجلس و تیمسارها فرار کردن، اون نوچه های سواک و من نمیدونم اون مزدوران پایینش اونجا موندن که مقاومتشون در هم شکسته شد توسط امراض. همین حادثه هم در ایران قطعا رخ خواهد. ببینید الان رسوندیم به این نقطه که داریم نگاه میکنیم. خب ریشه به پایه و کلید و لولای این سازماندهی مقاومت سراسری چیه؟ این اون نقطه است که بستر همه این تلاشی هاییست که شما نمونه شد توی نشی مثلا کانادا میگفتی که من دارم تاکید میکنم در تورنتو این تجمع اینا بسیار بیشتره، در همین کشورهای اروپایی هست، در خاورمیانه مخصوصا بسیار بسیار زیاد جا پیدا کردن و حساب باز کردن با اسمهای مستعار با امکانات متفاوت. خب احتساب سراسریست این لولای اصلیش. برای که این احتساب سراسری صورت بگیره، ایجاد تشکلهایی در واقع سراسریست، نه لزوما با یه سوت بلبلی یه تشکل سراسری وجود بیاد. زدن و پیوند زدن رو گره، چون بارقه ها شما دیدیم در هفت تپه و نفتگران به آذرآباد و اینا، ببینیم که پیوندهای عملی صورت گرفته. بعد با جنبش مدنی اجتماعی مثل بازنشست کاری بدیم که از اونا حمایت میکنن، دانشجویا عملا آمدن به میدان و حمایت میکنن. یعنی از بستر این در واقع هم آوازی هاست که اون تشکل های سراسری فرصت رشد داره و اعتصابات میتونه با این حلقات به هم گره خورده سراسری بشه. حقیقت قضیه اینه که رژیم رو یک اعتصاب سراسری
در واقع تشکل مستقل سراسر سری به عنوان نیروی مقاومت و ایستادن از پا در خارد آورد. اما ما برای همه اشکال مقاومت باید تدارک ببینیم و این تدارک هم بایستی گفتم در تمام همون شکلهای مخفی، علنی، نیمه مخفی، در شکل کمیته های کارخانه، کمیته های محلات، شوراهای محلی، پیوند اینا را اشکال جنبشی در واقع و برجسته کردن یه مطالبه به اون گردآوردن مردم که این روزا که وحشتناک این فرصت ها بسیار بسیار زیاده. یعنی میخوام بگم که پراکندگی عمر تاریخیش به سر آمده، دشمن داره خودش آرایش میده، علنا اعلام کرده. خب در مقابل اون جز تشکیلات به سازماندهی در تمام اشکال پیچیده است، هیچ آلترناتیو دیگری وجود نداره. حالا من دشمن اصلی جمهوری اسلامی رو یک گوشه میذارم، دشمنان دیده ای طبقه کارگر و کار متحد دارن که عبارت باشن از مجاهدین، سلطنت طلبا، رژیم چنجی ها، که اینها با امکانات میتونن سوار این موجهای مخالفت با حکومت بشن. برای خونزا کردن همه اینا و تدارکات در مقابل همه اینا به یک آرایش متقابل نیاز داره جنبش انقلابی از پایین. البته در مورد این اعتصاب استراتژی گفتی که ما منظور خب اعتصابات کارگری مطالباتی به نحو بی سابقه گسترش پیدا کرده و حتی شاهد اعتصابات سراسری مربوط به یک صنف یا حتی در یک منطقه معین بودیم. بیشتر به اصطلاح اون چیزی که چون بخی الان میگن خب در شرایط تحریم اقتصادی و بحران اقتصادی و تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات و بسیاری مراکز کار به خاطر کرونا و عوامل دیگه، عملا خود اعتصاب صنفی به تنهایی جواب نمیده چون همه چی تعطیله. اعتصاب عمومی سیاسی که خواستهای روشن سیاسی و آشکار ضد رژیمی، ضد سرمایه‌داری، ببین بارقه‌هاش رفیق آرش هست. شما در این یک ساله اخیر به ویژه در مطالبات کارگران مطالباتی فراصنفی میبینید، مگر دفاع کردن از آزادی زندانی سیاسی، بازگشت به کار، دفاع از زنان و خیلی الان نمیخوام لیست بکنم تکرار بشه. اینا توی درخواستای این است، تحصیل رایگان. یعنی شما میبینید که بارقه های فراتر از جنبش مطالباتی هم اکنون در جنبش اعتصابی کارگران جنوب به طور آشکار خودش نشون میده و اطلاعیه ها و بیانیه های حمایتی بازنشستگان، معلمان، جوانان، دانشجویان در رابطه با این هم این برنش میده. یعنی ما در یک دوره کاملا کیفی تازهی به سر میبریم که این باعثی پایه های شکوفاییش در واقع پایه هاییست که باید بر بستر این شکوفایی پیدا کنن این چیزا. 100% این جمله را تمام کنم، 100% تا ارتقا پیدا نکنه به یک اعتصاب سراسری تمام عیار، مسلمن قادر به در هم شکستن در واقع این موقعیت و نفت روی کار زحمت نیست. روشنه در واقع این نه هنوز بارقه هست، به اصطلاح منظور یک اعتصاب عمومی سیاسی هست، نه فقط بیانیه تشکل ها که خیلی هم درخشان دعوا تشکل بیانی دادن درش خواستای مشخص طبقاتی. آره من میگم اینا بارقه هاشه، بارقه هایی باشه که تو میگی، ولی این بارقه ها امیدواریم که به سبب اعتصاب عمومی سیاسی که در کنار خیزش های انقلابی و تظاهرات های موضعی در محلات اینا دست به دست هم بدن و ایجاد کمیته ها و شوراها چه در محیط کار و چه در محیط زندگی. این چیزی بود که ما همیشه تاکید میکردیم در تمام چله که باید این تشکل ها مستقل هم در محیط کار هم در محیط زندگی کارگران و زحمتکشان شکل بگیرن، چه حالا میخواد اتحادیه باشه، سندیکا باشه، کمیته باشه، شورا باشه. ما از همه تشکل‌های مستقل به اصطلاح چیه دفاع میکنیم. رفیق حسن، ما چون وقت این دیالوگ هفته الان طول کشیده، ما به اون موضوع دوم که تنش رژیم‌های ایران و آمریکا و این مسئله انتخابات آمریکا و
کش داده شدن این به اصطلاح تنش و بعد چکانده شدن این مکانیزم ماشه از بامداد یک شنبه متاسفانه نمیتونیم بپردازیم. سعی میکنیم در برنامه های بعدی تلویزیون یا خود من به اتفاق شما یا سایر همکارانم بهش بپردازیم. ما مجبوریم دیالوگ هفته رو همینجا پایان ببریم. اگر فکر میکنین نکته داری که باید بگین خوشحال میشم. البته تو بخش اول صحبت های من به شما و اصلا راجع به اون حوزه وارد شدیم که اون شراکت انزوای بین‌المللی رژیم رو با منطقه همین تعرض امپریس با امریکا به متحدانش توضیح دادیم در همین برنامه. بله برای اون به طور اخص که اگر بخوایم روش متمرکز بشیم هر وقت خودتون لازم نرسید که وقت آزاد بود من در خدمتم. خب درود بر تو رفیق حسن عزیز، درود بر بینندگان گرامی تلویزیون برابری که به دیالوگ این هفته توجه کردید. مرسی. درود بر شما. فقط یک نکته را عرض بکنم که در اون بخش سازماندهی به خاطر ضیق وقت و فشرده بودن ما فقط به کلیات و تیترهای این نگاه و آرایش نگاه کردیم، وارد اجزای جزئیات فنی شدیم که نمی‌پایدم بشیم، برای که اون وارد شدن به اجزای فنی و اجراییش مربوط به دستندرکارانی که در واقع سینه در مقابل جلاد رو در رو کردند. ما از اینجا نمیتونیم فرمان چجور لنگش کن رو بدیم. ما داریم بگیم که این نحوه آرایشیست که میتونه از مردم کارگران زحمتکشان حفاظت کنه و رژیم رو به عقب برونه. این نکته کلیدی حرف من بود.